به نام او که ذره ذره هستی دلیل قدرت اوست. رضا ابراهیمی هستم. ایام به کامتون. دوستان گرامی، این کلیپ رو اختصاص دادم به نسخه های پوستی. نسخه های پوستی چی هستن؟ چطور نوشته می شدن؟ و اصلا فلسفه نسخه های پوستی چی هست؟ چرا برخی نسخه های پوستی با رنگ قرمز نوشته شده؟ آیا نسخه های پوستی رو ما داریم که با خون نوشته شده باشه؟ تمام اینها رو بسیار کوتاه، مفید و مختصر تقدیم و حضورتون میکنم. امیدوارم که این مطالب به نوعی تونسته باشه بتونه سطح دانش و آگاهیتون رو ارتقا بده تا با آگاهی بیشتری در بحث کاوشگری گام بردارید. دوستان گرامی، لایک و سابسکرایب یادتون نره. اما بریم سراغ نسخه های پوستی. همونطور که میدونید برخی از دفینه ها نسخه هایی رو دارن از جنس پوست. من نمیدونم شنیدید از افرادی یا خودتون دیدید که برخی دفینه ها رو هم داخل پوست میگذارن. چرا؟ ببینید، الان این بحث پیش اومد، من یه توضیح مختصری راجع به این موضوع بدم. در مواردی دوستان گرامی مثل مقبره های یهودی، سیستمی که شما داشته باشید، میخواین اسکن بکنید یا به هر نحوی هر سیستمی که دارید عمل نمیکنه. اون ممکنه در اون پایین مقبره یهودی رو داشته باشید که سنگ های گرانیتی، کوارس و به نوعی سنگ چخماق باعث اختلال در سیستم میشه. در گذشته می اومدن در موارد خاص می اومدن حالا مسکوکات فلزی مثل نقره ها، سکه های نقره و سکه های طلا رو در درون پوست گاف یا پوست کرگدن یا پوست شتر یا پوست گوسفند میگذاشتن داخلشون و سیستم ها به اونها که برسن جواب نمیدن. در هر حال بحث میخوام بگم دلیلش اینه که عمر طولانی داشته و به نوعی میبینید مشک درست میکنن از پوست و هیچی نمیشه. عشایر با وجود اینکه کوچرو هستن و مدام در سفر هستن، یک مشک دارن، میبینی چند نسل از اون مشکشون استفاده میکرد. چرا؟ چون اون پوست ماندگاری داره، اون پوست به نوعی شرایط تجزیه و از بین رفتن رو نداره، پاره نمیشه، خراب نمیشه. لذا نسخه ها رو دوستان گرامی علاوه بر این که روی سنگ ها مینوشتن، میومدن روی پوست می نوشتن که ماندگاری داره، پاره نمیشه و ماندگاری بر روی پوست. نسخه ها دوستان، نسخه های پوستی 5000 سال ماندگاری داره. خدمتتون عرض بشه که مقاومت پوست در مقابل عوامل محیطی بسیار بالاست. نیاکان ما هم دوستان گرامی بسیار بسیار باهوش و بازگاوت بودن و می اومدن نسخه هایی که بایستی بایگانی بشه، نسخه هایی که بایستی هم فضای کمتری رو میگیره، هم ماندگاری بیشتری داره، هم عمر بیشتری داره، می اومدن نسخه ها رو بر روی پوست می نوشتن. اما به چه صورتی؟ ابتدا می اومدن پوست رو داغ میکردن و بر روی پوست جوهر مخصوصی میریختن که اون جوهر اگر شسته هم میشد، آب بارون میخورد، هیچیش نمیشد. دیدین رنگ ها؟ ببینید این رنگ دیوار، ما رنگ پلاستیک داریم، رنگ
روغنی داریم. رنگ پلاستیک رو بشوری، رنگ پلاستیک میره و اون لایه زیرینش مشخص میشه، اما رنگ روغنی نه. اون جوهر، این مثال رو زدم برای همین جوهر، اون جوهر هم دقیقا حکم همین رنگ روغنی رو داشت. زمانی که پوست رو داغ میکردن و جوهر رو میریختن روی اون یا با جوهر مینوشتن هر مطلبی رو، به هیچ عنوان اون مکان، اون قسمتی که اون نکته یا اون چیزی که روی پوست قرار بود نوشته بشه، نقاشی بشه، هر چیز مهمی که قرار بود روی پوست نوشته بشه یا نقاشی بشه یا هر مطلبی، اون ماندگاری داشت و هیچگاه پاک نمیشد، خراب نمیشد. اما دوستان گرامی، ما نوشته هایی رو داریم که به رنگ قرمز و اغلب میگن این نوشته با خون هست. وقتی بحث خون میاد فکر نکنید طرف رگش رو زده یا کسی رو کشته، خون اون رو گرفته و اومده نسخه نوشته. نه، معمولا که چه عرض کنم، شک نکنید اون نسخه گنج نیست، اون یک طلسم باستانیه و اون خون کفتاره. طلسم های بسیار قوی رو می اومدن بر روی پوست کرگدن می نوشتن، حالا ممکنه سایر حیوانات هم بوده باشه، می نوشتن و با چی می نوشتن؟ با خون کفتار، تا اثر اون طلسم به نوعی مؤثر واقع بشه، اثرش بیشتر باشه. پس اون مواردی که قرمز هست و با خون نوشتن، خون کفتاره و نسخه نیست و طلسم بسیار بسیار سختی هم هست. خدمتون عرض بشه مطلب دیگه‌ای که من بایستی خدمتتون عرض بکنم و اینجا یادداشت کردم، پوست ها دوستان گرامی، پوست هایی که قرار بود به عنوان نقشه گنج استفاده بشه در باستان، اول دباغی میشد و بعد از دباغی با یک روغنی آغشته میکردن و روی اون رو با جوهر مخصوص مینوشتن که عمر 5000 ساله‌ای داشته باشه و اینها رو میومدن برای اینکه ماندگاریش بیشتر از اینها بشه، میومدن داخل نی میذاشتن. ما معمولا زمانی که ما درس میخوندیم میگفتن وقت گل نی، اون نیهای کنار رودخانه ها، نیهای درشت، اون نیهای درشت رو جمع میکردن و اون نسخه پوستی رو لوله میکردن، داخل اون نی میگذاشتن، سر و تای اون رو میبستن و به نوعی هوای اون رو خارج میکردن تا یک شرایط خلایی پیش بیارن و نگهداری در اون شرایط خلا میتونه عمر اون نسخه رو به نوعی بالا ببره. اما در مورد نسخه ها دوستان گرامی، ما نسخه های شاهی داریم، نسخه های وزیری داریم و نسخه های درویشی. خب نسخه های شاهی که کاملا مشخصه، وقتی وند شاه بیاد و وند اول بیاد، بسیار بسیار ارزشمند، بسیار بسیار نسخه های قدرتمندی هستند و به ندرت معمولا این نسخه ها هستند، خیلی 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 کم. نسخه های وزیری هم هستند که معمولا وزرا هوش و ذکاوتشون از خود پادشاه هم بیشتر بوده، بسیار باهوش بودن، بسیار متخصص بودن در کارشون، متبحر بودن و به نوعی همه فن حریف بودن و آچار وزرا، آچار فرانسه اون کاخ یا اون قصر یا اون حکمرانی بودن و نسخه های وزیری بسیار بسیار با اهمیت هست و این نسخه ها دوستان گرامی توسط
حکمران نگه در دو نسخه، هر نسخه یه گنجی رو که می نوشتن در دو نسخه تهیه می شد، یکی در مکان و یکی هم تحویل دربار می دادن. در هر حال ما نسخه دیگه‌ای هم داریم به نام نسخه های درویشی که هیچ ارزش و اعتباری ندارن. با احترامی که برای همه درویش ها قائل هستم، در گذشته درویش ها برای ارتزاق و ارتزاق روزانه و به نوعی تهیه مایحتاج اولیه زندگی می اومدن یک سری نسخه هایی رو در یک مکانی بیتوته می کردن و یک سری نسخه هایی رو می نوشتن و در رابطه با گنج و گنجیابی هم مطمئنن از بین 100 نفری که شما بخواین آمار بگیرید 101 نفر این کار رو دوست دارن. از بین 100 نفر که شما اسامی رو لیست کرده باشید 99.9% به دنبال حفاری بودن، به دنبال این کار بودن. اون 1% هم به نوعی واقعا نمیشه گفت، یعنی کسی نیست که این کار رو دوست نداشته باشه یا دنبالش نباشه یا علاقه به این کار نداشته باشه. چرا؟ چون به نوعی یک شبه ره 100 ساله رو میشه رفت، اما با آگاهی. در هر حال اون درویش ها می اومدن در یک منزلی، در یک جایگاهی، در یک سایبانی، در یک سابادی بیتوته می کردن و می اومدن نقشه هایی رو می نوشتن و به افراد می فروختن، در حالی هیچ خبری هم نبود، فقط به منظور گذران امور. پس نسخه های درویشی اعتباری نداره، اما همیشه شما در مورد نسخه ها یک موضوع رو میشنوید. وقتی با شخصی میخواین به نوعی در رابطه با مبحث کاوشگری صحبت بکنید، در بین اون جمع یک نفر هست که میگه من نسخه دارم. وقتی میگی نسخه رو بده میگه دست داییمه، میگی نسخه رو نشون بده میگه دست عمومه، دست پسر خاله دوست عمومه، دست پسرعمه دوست پسر دایی دخترعمه نمیدونم فلانه. یعنی یک آدرسی به شما میده نامشخص. چرا؟ چون چنین چیزی وجود نداره، واقعا وجود نداره، به تعداد انگشتان دست هم نیست. ما نسخه های دیگه‌ای رو هم داریم دوستان گرامی که خدمتون عرض بشه که روی استخوان هست. من نمیدونم در گذشته این مطلب رو خدمتون عرض کردم یا خیر. در یک مکان نامی دوستان گرامی، واقعا ابتدای کارم بود و هم بچه و هم کم تجربه، در داخل یک قاری دوستان گرامی یک نسخه رو من دیدم، دقیقا دوستان گرامی به این شکل. مثل همین، یعنی یک مقدار از این ضخیم‌تر، حالا 3 خط روش نوشته شده بود، من نشون بدم خدمتتون. این قسمت به این حالت، به این حالت و به این حالت. ببینید دوستان، اینجا دوستان عزیز در این قسمت نوشته هایی رو داشت، این نوشته ها برجسته، داخل این مستطیل قرمز کاملا و نوشته ها مشکی، و جالبه در پایین 2 مهر داشت، یک مهر به این صورت حالت وزیر و پادشاه بود، یک مهر دیگه هم وزیر. یعنی دقیقا شما یک کارت پستال رو در نظر بگیرید، 3 خط
دقیقا نسخه دوستان گرامی همین اندازه بود، دقیقا همین اندازه، و این قسمتش به این صورت سوراخ بود، این قسمت سوراخ و یک نسخه با سه خط پایین دو تا مهر، وسط این کاملا قرمز و نوشته هاش مشکی، این پایین دو تا مهر، یکی تاج پادشاه، اون یکی دیگه هم یک چیز دیگه ای بود، در هر حال مثل تو مایه های وزیر شطرنج. استخوان این همین صاف زیبا زیبا، هر چقدر به این نگاه میکردی کم بود، اما در یک چشم به هم زدن رفت، نمیدونیم چی شد، بردنش. چرا؟ چون هم اعتماد کردیم به اطرافیان، هم بردنش. در هر حال میخوام بگم نسخه ها دوستان گرامی معمولا یک شخص مجهول پشت قضیه است، اصلا گوش نکنید. اما بریم سراغ نسخه هایی که در گنجنامه ها هست. ما انواع اقسام گنجنامه ها رو داریم، نمیخوام حالا دونه دونه اسم ببرم، گنجنامه بهایی، شیخ بهایی، شیخ نصیرالدین طوسی، زیاوری، نمیدونم گنجنامه الوان هندی، گنجنامه احمد وزیر، نمیدونم گنجنامه چهار وزیر، گنجنامه شیخ نصیرالدین طوسی و و و و. این گنجنامه ها خوندنشون بسیار بسیار مفید و ارزشمنده. چرا؟ چون وقتی گنجنامه ها رو میخونی شما دنبال آدرس نباش که بری اون شهر یا اون آبادی یا اون ولایت یا اون قصبه رو پیدا بکنی، دنبال اینها نباشید. گنجنامه ها رو بخونید بدونید که درون این کتاب گنجنامه چه مطالب بسیار زیبایی هست. نوشته مثلا سنگی با مشخصات فلان، چشمه‌ای با مشخصات فلان، کوهی با مشخصات فلان، تپه‌ای با این مشخصات، دشتی با این مشخصات. اسم دشت رو گفته، اسم کوه رو گفته، اسم سنگ رو گفته با گویش محلی، عمق رو گفته. این میشه اطلاعات ارزشمند و مفید. بهترین اطلاعات رو از نسخه ها میتونید از کتاب های گنجنامه پیدا بکنید. شما هر چقدر کتاب گنجنامه بخونید به نفعتونه. چرا؟ چون سطح دانشتون بالا میره که مثلا فلان شهر رو گفته در شمال، خب اون گنجنامه رو، ما اصلا گنجنامه مازندران داریم، گنجنامه زنجان داریم، گنجنامه طبرستان داریم، همه این موارد رو داریم. شما وقتی کتاب رو بخونی 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا آدرس در مورد شمال زده، آدرس کاری نداریم، اسامی رو گفته، اون اسامی مهمن، کوها رو گفته، اون کوه مهمه، نمیدونم درخت رو گفته، اون درختش مهمه، سنگی رو گفته با فلان مشخصات، اون سنگ مهمه، اون سنگ تراشش به چه نوعیه، به چه شکلیه، چه چیزی روی اون سنگ هست، رنگ اون سنگ چیه، سنگی سیاه، نمیدونم در تپه روباه، نمیدونم سنگی فلان در کوه، نمیدونم سیاه کوه، شاه کوه. میخوام بگم اون اسامی بسیار بسیار ارزشمنده، تک تکشون، نام کوه، نام تپه، نام چشمه، دره، تنگه، دشت، همه اینها، از بلنگا تا پسگاه، همه اینها دوستان گرامی دست به دست هم میده که شما اون گنجنامه ها رو بخونید، چشمتون باز میشه. چشمتون که باز شد، در مکان که تشریف بردید، ذهنتون میره یا به نوعی متبادر میشه به سمت اون گنجنامه ای که فلان روز خوندید و چنین سنگی رو فلان جا دارید. مزاحمتون نشم، بیشتر از این دیگه صلاح نیست دوستان گرامی، وقتتون رو نگیرم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، امیدوارم سرتون رو به درد نیاورده باشم، و دوستان گرامی حمایتمون بکنید، به دنبال تفسیر عکس هم نباشید.
مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوها و رویاهاتون. حق نگهدار.